سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من دلارامم، مدرس پیرسی. توی این ویدیو میخوام بهتون در رابطه با نیدل ها که همون آنژوکت ها هستن و دستگاه گان که همون دستگاه تفنگی هست توضیح بدم. توی این ویدیو قرار مزایا و عوارض هر کدوم از اینها بهتون توضیح داده بشه، پس با من همراه باشید. خب توی اولی مورد قرار شکل ظاهری هر کدوم رو بررسی کنیم. گان یا همون دستگاه تفنگی به دلیل شباهتش به تفنگ، حالا عکسش رو براتون دارم میذارم، به دلیل شباهتش به تفنگ بهش دستگاه تفنگی هم میگن که مدل های خیلی مختلفی داره که میگم من تعدادی از عکساش رو براتون گذاشتم. نیدل ها هم به دو صورت توی بازار وجود دارن. اولی شبیه به سوزنه و دومیش آنژیوکت های پزشکی هستش که البته توی ایران بیشتر آنژیوکت استفاده میکنن که رنگ مختلفی هم داره، ولی در کل بخواید حساب کنید به هیچ عنوان هیچ فرق با هم ندارن و کارای جفتشون یه چیز هست. بیایید ببینیم که هر کدوم قراره به چه شکلی پیرسینگ رو انجام بدن. اول از همه بهتون گان رو توضیح میدم و بعد نیدل ها رو. آخر این ویدیو خودتون کاملا متوجه میشید که کدوم انتخاب میتونه انتخاب عالی برای انجام پیرسینگ باشه. دستگاه گان گوشواره های مخصوص خودش رو داره که شما میتونید توی مغازه ها یا داروخونه ها به اسم گوشواره های طبی یا ضد حساسیت پیدا کنید که تا این لحظه فکر میکنم قیمت یک جفتش حدود 50 تا 70 تومن باشه. نکته ای که خیلی مهمه اینه که همچین خیلی هم ضد حساسیت نیستن و به دلیل وجود ناخالصی و آلیاژ هایی که داخلشون به کار رفته شده یه ذره که میگذره باعث ایجاد خارش شدید و زخم توی اون ناحیه میشن. گوشواره ها داخل دستگاه گان قرار میگیره و دستگاه گان با استفاده از اون اهرامی که داره اون گوشواره رو با فشار زیاد و لحظه‌ای وارد پوست میکنه و پوست رو سوراخ میکنه. ولی نکته‌ای که خیلی مهمه توی این روش اینه که این گوشواره ها پشتشون تیز نیست و با فشار لحظه‌ای قراره پوست رو سوراخ کنن و چون که تیز نیستش و فشار میاد به پوست، ممکنه که اون قسمت از پوست و اطرافش مورد آسیب قرار بگیره، مخصوصا اگه شما بخواید جاهایی که قزروفی هست رو با این دستگاه سوراخ کنید، جاهای قزروفی مثل قزروف گوش، باعث ایجاد شکستگی روی قزروف میشه. البته این چیزی نیستش که شما همون لحظه متوجه بشید، بعد از گذشت چند وقت شما با یه درد شدید و حتی ممکنه باعث پارگی اون قسمت بشه متوجه میشید که قزروفتون شکسته. تو این موضوع نیدل ها به این صورت کار نمی کنن. نیدل ها و یا حتی آنژوکت ها به دلیل اینکه سوزن خیلی 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 تیزی دارن به راحتی و بدون آسیب به پوست اون قسمت رو سوراخ میکنن و متناسب با حالا اون قسمتی که شما میخواید پیرسینگ کنید، پیرسینگ مخصوصش که کاملا هم ضد حساسیت باید باشه و از جنس های تمام استیل، طلا و یا تیتانیوم باید باشه رو براتون میندازن. نکته ای که باید توجه کنید که ممکنه خیلیاتون برگردید بگید که خب اینجوریه که گان دردش کمتره دیگه چون یه لحظه میزنه، ولی باید بهتون بگم که اینجوری نیستش. برای دستگاه تفنگی به هیچ عنوان هیچ BSC استفاده نمی کنن. ولی اگه شما پیش متخصص برید و بخوان از نیدل ها برای پیرسینگ کردنه حالا هر قسمت از بدنتون استفاده کنن، اون قسمت رو کامل بی‌حس میکنن و بعد به راحتی اون قسمت رو پیرسینگ انجام میدن براتون. برای همینه که هیچ مشکلی برای پوستتون ایجاد نمیشه. مورد بعدی هم که مثل موردایی که قبل‌تر گفتم خیلی مهمه اینه که شما وقتی که میخواید یه قسمت از بدن رو پیرسینگ کنید متناسب با اندازه‌ای که میخوان برای پیرسینگ انتخاب کنن یا حالا سایز پیرسینگ باید نیدل عوض بشه، ولی تو دستگاه گان به دلیل یکسان بودن ابعاد و قطر تمام اون گوشواره ها شما نمیتونید هیچ اندازه‌گیری انجام بدید و فقط و فقط با
باید همون گوشواره وارد پوستتون بشه. ولی نیدل ها و آنژیوکت ها سایز های کاملا متفاوتی دارن، از نازکترین تا زخیمترین متناسب با پیرسینگی که شما میخواید انتخاب کنید رو براتون استفاده میکنن. برای مثال شما زمانی که میخواید بینیتون رو پیرسینگ کنید، میان از نازکترین نیدل برای بینی استفاده میکنن، یا برعکس شما بخواید پیرسینگ ناف انجام بدید، میان از زخیمترین آنژیوکت برای اون قسمت استفاده میکنن. و یا همچنین محل اندازه گیری پیرسینگ ناف یا حتی پیرسینگ بدن مثل ترقوه که باید کاملا اون اندازه گیری دقیق و میلیمتری باشه. خب طبیعیه که شما با دستگاه گان نمیتونید این اندازه گیری ها رو انجام بدید. و اما مورد بعدی که دغدغه خیلی همون هست واسه اینجور مواقع که میخواییم از این قبیل کارها انجام بدیم، اینه که تمام لوازم استریل و تمیز باشه. دستگاه گان به دلیل جنس بدنه‌ای که داره به هیچ عنوان نمیتونه استریل باشه، و به خاطر اینکه با پوست و گوشت و خون هر کس در ارتباطه، پس خیلی دستگاه تمیزی نیستش. ولی نیدل ها یا همون آنژیوکت ها کاملا یک بار مصرف هستن و متناسب با پیرسینگ هر قسمت، هر یه دونه پیرسینگی که میخواید بزنید یه دونه سوزن یا آنژیوکت براتون باز میشه. برای مثال شما زمانی که میری 4 تا گوشت رو پیرسینگ کنی، 4 تا سوزن براتون باز میشه، پس کاملا یک بار مصرف و تمیزه. قبل از اینکه مورد آخر رو براتون بگم، ممنون میشم که ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا ویدیو بعدی که گذاشته میشه بهتون اطلاع داده بشه. دوستای عزیزم، تا اینجا ویدیو متوجه شدیم که استفاده از گان به هیچ عنوان حرفه‌ای و اصولی نیستش و ممکنه باعث ایجاد آرزای پوستی براتون بشه که حتی درمان هم نشه و تجربه بعدی براتون به جا بذاره. و استفاده از نیدل یه کار کاملا حرفه‌ای و تمیزه که شما هیچ آسیب پوستی هم بعدش براتون ایجاد نمیشه. و اگه کسی هم از دوستاتون بهتون گفتش که من از گان استفاده کردم و هیچ مشکلی برام پیش نیومد، ازتون میخوام با توجه به توضیحاتی که الان بهتون دادم، شما با پوستتون و جونتون این ریسک رو نکنید. امیدوارم توضیحاتی که بهتون دادم اطلاعاتتون رو بالا برده باشه و حتما برای انجام پیرسینگ پیش یک متخصص پیرسینگ برید که تجربه خیلی عالی هم داشته باشید. ممنون تو این ویدیو همراه هم بودید. اگه سوالی دارید زیر این پست کامنت کنید تا من براتون ویدیوش رو آماده کنم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.